آیا قیمت کاهش هم خواهد داشت؟ برای چی کاهش داشته باشه؟ نمیتونه، برای اینکه گرونه. الان معلوم وضعشون نمیرسه بخرن خیلی. چی گرونه؟ گوشت. ما داریم گوشت حرف میزنیم. ما داریم گفتم به قیمت 50 60 هزار تومان به ضرر داره. نه اینکه شما میفهمید. نه من قیمت مصرف کننده شو حرف میزنم. بله. به قیمت به دست من مصرف کننده برسه. شما حساب کنین توی کشور بحث ایران خودرو پراید داره روز به روز بالا میره. حالا گوشت ما گران شده. یعنی شما هم میخواید مثل خودروسازا بشین؟ نه، ای کاش ما مثل خودروسازا بودیم. دوست داشتیم مثل خودروسازا باشیم؟ نه، دوست نداشتیم. ببین، ابتنام بکنن قوره کشی بشه برای 1 کیلو گوشت، دوست دارین به همین جای برسیم؟ چیزی رو دوست نداریم. خب پس چرا هم که حرف میزنید؟ ببینین، اگر ما این چیز رو دوست داشتیم که این اتفاقی برای مردم ما بیفته، تا حالا دامدارای عزیز ما این چندین ساله با این ضرر و زیان تولید نمی‌کردن. ما مثل اونا نیستیم. آفر. اما میگم خواهشی که دارم اینه که دیگه دامدارای ما به حدی رسیدن که پیش زن و بچه خودشون شرمنده شدن. آقا من مشکل دامدارا میفهمم، ما تا قبل از آن که همش در مورد مشکل دامدارا حرف زدیم. این که الان صادرات باید آزاد بشه، همین فردای صبح صادرات آزاد بشه، قیمتا بره بالا، فشار چون راه دیگه نداریم. چرا راه دیگه نداریم؟ چون ببین دولت نمیاد خرید تضمینی از ما نمیخواد، چون ندارم، میگه بودجه ندارم برای خب خرید. صادرات بشه که بعد همه صادرات بیان گوشتا بره خارج از کشور، صادرات بشه، دام موجودی که تعدادی که مازاد داریم فعلا از کشور خارج بشه، دامدارای ما یه تنفسی بکشن، یعنی راحت بشن از بابت، چون قیمت تو بازار چقدر میره بالا، حالا هر چی بره. آره، یعنی چه هرچی بله؟ ما صادر میکنیم، دولت بره وارد کنه، چون راهی دیگه برای ما نداشت. مصرف کننده این وسط چی میشه؟ ما چی کار کنیم به نظرتون؟ نه خب شما که دارید میگید که صادرات بکنیم بعد قیمت هرچی بشه، شما بگید که بعد مصرف کننده چی کار کنه؟ مصرف کننده دولت یه فکری به حالش بکنه، چون دولت به حال ما داره کاری انجام نمیده.